جنگ گورک ها مستند من روحانی هستم و ایران گیت. رئیس مجلس ارتجاع: مستند من روحانی هستم دروغ بزرگی است. ارگان سپاه ضد مردمی: خاطرات مکتوب و شفاهی هاشمی مورد تردید قرار دارد. در پی جنجال مربوط به فیلم یا مستند من روحانی هستم، لاریجانی رئیس مجلس ارتجاع به دفاع از آخوند روحانی برخاست و گفت برای متفرق کردن ذهنها چند روز پیش سیدی من روحانی هستم منتشر شد که آقای روحانی را در آن به دست داشتن در ماجرای مکفارلن متهم کردند که این دروغ بزرگی است. لاریجانی گفت برخی ها فکر می کنند با تهیه این سیدی انتقام گرفتند، اما این کارها برای مردم نان و آب نمی شود. ارگان سپاه ضد مردمی فرصت را برای تسویه حساب با رفسنجانی مغتنم شمرده و با زدن زیراب خاطرات رفسنجانی نوشته است مستندی که بهانه خوبی برای حمله به منتقدان است مستند من روحانی هستم است. اما سوال نخستی که به ذهن می رسد این است که محتوای فیلم من روحانی هستم چیست که واکنش تند دفتر ریاست جمهوری را به همراه داشته و منجر به آشفتگی و عصبانیت در طیف گسترده روزنامه‌های زنجیره‌ای شده است. مهمترین سکانس فیلم بحث نقش‌آفرینی روحانی در موضوع مکفارلن است، به گونه‌ای که همین طیف تلاش داشته مستندات این فیلم را در ارتباط با نقش‌آفرینی روحانی انکار کرده و آن را دروغی بزرگ بخوانند. خاطرات هاشمی محتویات مستند اشاره شده را تایید کرده و به نقش‌آفرینی روحانی در قضیه مکفارلن صحه می گذارد. خاطرات هاشمی رفسنجانی به صورت علنی از سوی وابستگان و هواخواهان وی مورد تردید و حتی رد قرار گرفته، به گونه که مطالب صریح کتاب هاشمی که در آن به مطلع بودن روحانی از موضوع مکفارلن و نقش‌آفرینی وی اشاره می شود دروغ نامیده می شود. این اولین باری نیست که خاطرات شفاهی و مکتوب رفسنجانی مورد تردید و رد قرار گرفته، آنگونه که بسیاری از سابقون در آشکار و نهان از هاشمی درخواست کرده که از اظهار خاطرات پر ابهام خودداری کرده و آنچه را نزدیک به واقعیت است بیان کند. یک روزنامه دیگر باند خامنه‌ای در این باره نوشته است بیان واقعیاتی درباره زندگی سیاسی حسن روحانی در مستند من روحانی هستم با واکنش تند حامیان دولت مواجه شده است. در این میان برخی ماجرای مکفارلن را مورد اشاره قرار داده و به بهانه اینکه روحانی در ماجرای مکفارلن نقشی نداشت این مستند 56 دقیقه‌ای را زیر سوال بردند. این در حالی بود که منبع این مستند در ماجرای مکفارلن کتاب خاطرات هاشمی رفسنجانی بوده و این البته یک بخش از مستند بوده است. کارگردان مستند من روحانی هستم در واکنش به کذب خواندن بخشی از این مستند گفت منابع اصلی این مستند کتاب خاطرات آقایان روحانی و هاشمی رفسنجانی است. علی لاریجانی صراحتاً حضور روحانی در قضیه مکفارلن را تکذیب کرد. برخی بر این باورند که او تلویحاً هاشمی را به دروغگویی متهم کرده است.